من أهم مقاصد مهمترین التشريع أهداف في الإسلام شريعة اجتماع إسلام الروح إنجمشوي والمودة شوي قلبها والإخلاص. مهر محبت و برادری بین مسلمانان است. بنابراین الله سبحانه و تعالی جمع شدن را در بسیاری از عبادت ها مقرر کرده است. از جمله آن عبادت ها نماز عید می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم را به برآمدن به نماز عید امر کردند. حتی به زنانی که حیض دیده بودند چنین فرمودند: زنان کودکان نیز به نماز عید بیرون آیند تا در خیر و دعای مسلمانان شرکت داشته باشند. برای این محفل بزرگ امر مستحب است که پیش از نماز عید انسان غسل کرده خود را زینت بدهد، و در روز عید فطر امر مستحب است که پیش از رفتن به عیدگاه با چند از خرما افطار بکند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید فطر تا چند تا از خرما نمی خوردند، به نماز عید نمی برآمدند. و وقتی نماز عید باشد از یک قد نیزه زیاد بلند شدن آفتاب تا زوالی آن است، و مستحب است که نماز عید را در جای کشاد و عیدگاه بخوانیم، و در مسجد نیز خواندن نماز عید هیچ باکی ندارد. و اگر امکان رفتن به عیدگاه را نداشته باشند و یا برایشان دشواری باشد، در این حالت ادای نماز عید در مسجدها جایز است. برای نماز عید اذان و اقامت گفتن مستحب نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید فطر و عید قربان به عیدگاه می برآمدند. پس اولین کاری که می کردند دو رکعت نماز عید بود، و در رکعت اول بعد تکبیر تحریمه پیش از دعای استفتاح و قرائت کردن شش مراتبه تکبیر می گفتند، و در رکعت دوم باشد پیش از تکبیر انتقال پنج مراتبه تکبیر می گفتند، و در هر تکبیر دستانشان را بالا می کردند، و در بین تکبیرها الله تعالی را بزرگ دانسته تسبیح و ستایش می کردند، و در دو رکعت نماز عید خواندن سوره اعلا و غاشیه و یا خواندن سوره قاف و قمر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس امام بعد نماز عید دو خطبه می خواند، به مثل خطبه نماز جمعه، و سنت است که اهل جماعت در آن خطبه حضور داشته آن را گوش اندازند، و سنت است که شخص نمازگزار بر وقت و پیاده به نماز عید حاضر شود، و در وقت بازگشت از نماز عید با دیگر راه بازگردد، از راهی که آمده بود به آن راه نرود. و شخصی که نماز عید را ترک میکند برایش سنت است که قضای آن را با آن صفتی که با امام ادا می نمود ادا نماید، و شادی و خرسندی عید کامل نمی شود مگر در طاعت الله سبحانه و تعالی و در پیروی در ادای آن چیزی که شریعت به آن امر کرده است.